صبح خیر، شالوم به همگی، مرسی از دیدن دوبارتون. امروز میخواستم برخواهی صبح که میگیم باهاتون در میون بذارم معنی هر کدومشا که بهتر آگاه باشیم این برخواهی که میگیم چیه. یکی از اولین برخواهی که ما میگیم وقتی که صبح چشممون رو باز میکنیم برخواهی مدعنیه. برخوا نیست، یعنی جمله‌ای که میگیم، میگیم مدعنی لفنخا مل خای به کیام شخزر تا بی نشباتی به خمار ربا امونات خا. اول صبح که چشممون رو تو تخت خواب باز میکنیم میگیم مده، خدایا من از تو تشکر میکنم برای برگشتن دوباره روح من توی جسم. یعنی از صبح که ما چشممون رو باز میکنیم میریم توی موقعیت تشکرگزاری و از خدا تشکر کردن که این روحی که ازم گرفتی دوباره پس دادی. بعد نتیلات یادم که میگیم و برخای باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ آلام اشر کدیشانو به میتوتا به تیبانو ال نتیلات یادم. من اینا رو نگفتم که تو ویدیو با هاتون امروز بگم. برخای نتیلای صبح یک 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 یک، ولی برای نون ستا و ستا میریزیم. سو مال صبح ها برمیداریم میدیم به دستمون، یکی رو راست یکی چپ، راست چپ، مال نون ستا و ستا. بعد که بعد از استفاده کردن دستشوری برخای اشر یادتر رو میگیم باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ آلام اشر یادتر اتا ادم به خخما او بارا با نکاویم نکاویم خلولیم خلولیم گالویا و یادیا لیفنه کیسه که فده خواهد شئی می ستم اخواد میهم او ایمی فتح اخواد میهم ای افشه علیه کهیم افیل و شاه اخواد باروخ از ادونای رفع خلباسار و مفریه لعصد. این برخای تشکر کردن از خدا برای تونستن استفاده از دستشوری. و یکی از چیزایی که میگه، میگه اگه جایی که بسته است باز بشه و جایی که باز بسته بشه آدم نمیتونه حتی یک ساعت زنده بمونه. و ما یه دوست گرامی خیلی مهربونی داریم که دخترش الان توی موقعیتیه که ایشالله خدا بهش تندرستی کامل بده که همه سوراخ‌های باز که باید باز باشه باز بمونه و همه اونهایی که بسته است بسته بشه که به سبک عادی بتونه خوراک بخوره و دستشوری بره. این واقعا بزرگترین نعمت توی دنیاست. من مامان بزرگم همیشه میگفت همین جوری که آدم میتونه خوراک و خودش قورت بده و دستشوری بره میلیون ها دلار میارزه. و وقتی که خدای نکرده آدم تو آی سی و بیمارستان میره واقعا قدر این برخا رو میدونیم که چقدر مهمه. الهین شما شناتتا بی تهورا اتا براتا اتا ایتارتا اتا نفختا بی و اتا میشمرا بیکر بی و اتا عدیل میمنی لخزیر میلاتی لابو کل از من شناتتا بیکر بی مدعنی لفنخا ادونای الهی و الهی عبادتر ریبون کل همه اسیم ادون کل هم نشامات باروخ اتا ادونای همه خزیر نشامات لفرگی متیم. این الهی نشامان میگیم خدایا متشکرم از این روح و نشامای پاکی که درون من گذاشتی. دیروز، پریروز، سالهای پیش خدا وقتی که ما تشوبا و بخشش ازش میخواییم ما رو میبخشه. سا هر صبح ما پا میشیم میگیم چی؟ الهی نشاما شنطا تابی تهورا تهوره پاکه. یعنی هر روز از اول دوباره شروع میکنیم. ما نباید وصل بشیم به چیزای منفی که کردیم. هر روز باید به خودمون بگیم امروز که من پا شدم نشامام دوباره طاهره، دوباره تازه است. آیا امروز با این نشاما من چه کار میکنم؟ من آخر برخا میگه نشاما دفرگی متیم، خدایا تو هستی که نشاما را پس میدی به متیم مرده. چرا من صبح که پاشدم دارم در برای مرده ها حرف میزنم؟ برای اینکه هر شب که من میخوابم نشامام از بدنم که سوا میشه مثل 90% مردنه. یعنی جسم ما تو فریکوانسی که هست مثل یه آدم مرده است. خداست که تصمیم میده این جسمی که مثل مرده است وقتی که خوابی آب نمیخوای، وقتی که خوابی خوراک نمیخوای، خوابی درست مثل یه آدمی که فوت کرده همینجوری آدم هست. بعد خدا تصمیم میگیره که این نشما رو پس بده که من دوباره بیدار بشم. اما به این خواب احتیاج داریم. دلیلی هم که به این خواب احتیاج داریم میگه خدا میخواد بهمون بده تو این دنیا موقتی هستی. هر کسی یه وقت موقتی شلا سیر عمر باشیم هممون، بعد میریم بالا. سو هر شب که ما میخوابیم داریم به خودمون یادآوری میکنیم که عالم هبایی هست، دنیایی بعد از این هست،
به عملهامون توجه کنیم، کارهایی که داره میکنیم توجه کنیم. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم هنوتل سخبی وینا لحوین بنیام و لیلا. خدایا متشکریم که به خروس فرق صبح و شب داد. به خروس وسط براخای صبح داره میگیم خروس. خدا چی میخواد بهمون بگه؟ خروس قدر صبح و شب رو میدونه. خروس وقتی که خورشید میاد بیرون شروع میکنه به شعر خوندن، چه برسه به ما؟ آیا ما هم قدر شب و صبح رو میدونیم؟ یه پاسوکه تو تهیلی میگه لحگید و بکر خسته خواه، از نعمتهای خدا صبح تشکر کن و ایمان داشته باش شب. در اینکه وقتی که تاریکه خیلی سخته برای ما ایمان داشته باشیم، ولی ما هر صبح میگیم خدایا همون خدایی که به خروس یاد دادی فرق صبح و شب رو بدونی، ایشالا که منم همون قدر رو بتونم بدونم که قدر صبحی میاد. تو همه زندگیامون صبحی هست و ما باید به اون ایمان داشته باشیم. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم پوکیخ ایوریم، چشم کورها رو باز میکنی. چرا؟ برای اینکه وقتی که من خوابم چشام بسته است، مثل کسی که نابیناست. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم متیر اسوریم، زندانیا رو آزاد میکنی. شالا قسمت همه اونایی که هاستش هستن تو اسرائیل به زودی آزاد بشن و برگردن خونه هاشون. چرا متیر اسوریم؟ برای اینکه وقتی که جسمت رو تخت خواب خوابیده، مثل چیه؟ مثل یه کسیه که به خواب، به تخت خواب زندانی شده. و وقتی که لا علینو کسی بره تو اتاق آی سی یو، واقعا همه این چیزا و نعمتاشو میدونیم. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم زکف کفوفیم. خب ما پا میشیم میگیم چی؟ الوهی نشماش نتاد تابی تهورا، تهوره، پاکه. یعنی هر روز از اول دوباره شروع میکنیم. ما نباید وصل بشیم به چیزای منفی که کردیم. هر روز باید به خودمون بگیم امروز که من پا شدم نشامم دوباره طاهره، دوباره تازه است. آیا امروز با این نشاما من چه کار میکنم؟ من آخر براخا میگه نشاما لفرگی متیم. خدایا تو هستی که نشاما را پس میدی به متیم، مرده. چرا من صبح که پاشدم دارم در برای مرده ها حرف میزنم؟ برای اینکه هر شب که من میخوابم نشامام از بدنم که سوا میشه مثل 90% مردنه. یعنی جسم ما تو فریکونسی که هست مثل یه آدم مرده است. خداست که تصمیم میده این جسمی که مثل مرده است، وقتی که خوابی آب نمیخوای، وقتی که خوابی خوراک نمیخوای، خوابی درست مثل یه آدمی که فوت کرده همینجوری آدم هست. بعد خدا تصمیم میگیره که این نشما رو پس بده که من دوباره بیدار بشم. اما به این خواب احتیاج داریم. دلیلی هم که به این خواب احتیاج داریم اینکه خدا میخواد بهمون بده توی این دنیا موقتی هستی. هر کسی یه وقت موقتی، ایشالا سیر عمر باشیم هممون، بعد میریم بالا. سو هر شب که ما میخوابیم داریم به خودمون یاداوری میکنیم که عالم هبایی هست، دنیایی بعد از این هست. به عملهامون توجه کنیم، کارهایی که داریم میکنیم توجه کنیم. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم هنوتل سخبی وینا لحوین بنیام و لیلا. خدایا متشکریم که به خروس فرق صبح و شب داد. به خروس وسط براخای صبح داریم میگیم خروس. خدا چی میخواد بهمون بگه؟ خروس قدر صبح و شب رو میدونه. خروس وقتی که خورشید میاد بیرون شروع میکنه به شعر خوندن، چه برسه به ما؟ آیا ما هم قدر شب و صبح رو میدونیم؟ یه پاسوکه تو تهیلیم میگه لحگید و بکر خسته خواه، از نعمتهای خدا صبح تشکر کن و ایمان داشته باش شب. در اینکه وقتی که تاریکه خیلی سخته برای ما ایمان داشته باشیم، ولی ما هر صبح میگیم خدایا همون خدایی که به خروس یاد دادی فرق صبح و شب رو بدونی، ایشالا که منم همون قدر رو بتونم بدونم که قدر صبحی میاد. تو همه زندگیامون صبحی هست و ما باید به اون ایمان داشته باشیم. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم پوکیخ ایوریم، چشم کورها رو باز میکنی. چرا؟ برای اینکه وقتی که من خوابم چشام بسته است، مثل کسی که نابیناست. باروخ اتا ادونای الوهینو ملخ عالم متیر اسوریم، زندانیا رو آزاد میکنی. شالا قسمت همه اونایی که هاستش هستن تو اسرائیل به زودی آزاد بشن و برگردن خونه هاشون. چرا متیر اسوریم؟ برای اینکه وقتی که جسمت رو تخت خواب خوابیده، مثل چیه؟ مثل یه کسیه که به تخت خواب
زندانی شده و وقتی که لا علیه اینو کسی بره تو اتاق آی سی یو واقعا همه این چیزا و نعمتاشو میدونیم. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم زکف کفوفیم، توانایی بهمون میدی، قدرت میدی که بتونیم وایسیم. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم ملبیش آرومیم، آدمایی که لباس ندارن رو بهشون لباس میدی. کی به احتیاج به لباس نداره؟ کسی که فوت کرده. ولی خدایا مرسی که به من لباس میدی که بتونم الان بپوشم برای اینکه آدم زنده‌ای هستم که بیام از خونه بیرون. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم هنوتن لی اف کوخ، خدایا متشکرم که به من قدرت میدی. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم روکه حارت الهمایی، متبارک باش خدایا که زمین رو روی آب نگه میداری. شما تا حالا تونستین یک سنگ، یه سنگ کوچیک رو آب نگه داری؟ یه سنگ نمیتونی. خدا تموم دنیا رو روی آب نگه داشته، روی آب. ببین تواناییشا، میخواد به ما توانایی خودشو نشون بده. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم همخی متعده گاور، که میتونه کمک میکنی به من که بتونم قدم بردارم و پاهام قدرتمند باشن. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم شاسالی کل سراخرای، هر چیزی که احتیاج دارم و به هم دادی. کی تو پریکاوت میگه کی از همه خوشبخت‌تره؟ کسی که ایمان داره خدا هر چی که احتیاج داره رو جلوش گذاشته. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم عزر اسرائیل به گبورا، به اسرائیل کمک میکنی و قدرت میدی. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم اوتر اسرائیل به تیپ آراب، تاج میذاری روی سرمون، مثل کیپایی که مردا میپوشن و روسری که زنا میذارن سرشون بعد از ازدواج کردن، تاج سر ما میشه. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم شلو اسانی گویا، خدایا متشکرم که منو مذهب دیگه‌ای به جز اسرائیل بودن نیافردی. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم شلو اسانی شیفخا، که منو نوکر کسی نه در نیاوردی، که من نوکر خود خدا هستم نه نوکر کسی دیگه ای. چه برخای قشنگی. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم شاسانی کریتونا، که منو اونجوری که دوست داشتی آفریدی، برای اینکه من زن هستم و مردها میگن مرسی که منو زن نیافردی. و وقتی که جنین به وجود میاد، اول جنین زنه بعد تبدیل میشه به مرد اگه قرار پسر باشه. چقدر همینی که به بچه هامون یاد میدیم من خوشحالم که دخترم، ابا خوشحاله که مرده، از اول بهشون یاد میدیم که قدر چیزی که خدا آفریده را داشته باشد. باروخ اتا ادونای الهینو ملخ عالم هموی خبله شنم اینای اوتنوما اپای، مرسی خدایا که خواب ها از چشم من برداشتی که بتونم روزم رو شروع کنم. ما چقدر آدم های افسرده رو میدونیم که صبح از تخت خواب نمیتونن، آدم های ناامید، آدم هایی که به زندگی ایمان ندارن، خواب از چششون برداشته نمیشه برای اینکه اون امید زندگی رو ندارن. این قسمت اول ویدیومون بود، در قسمت بعدش هم به عزت هاشم یه روز دیگه براتون اجرا میکنم. متشکرم، ان شاءالله تفیلای همه به خوبی برآورده شه.